سلام به همه همراهان عزیز با یکی دیگه از برنامه های پروژه من در خدمت شما هستم من سپیده سعیدی نشاد هستم و فوق لیسانس روانشناسی دارم و مربی زندگی امروز میخوام راجع به یک مسئله صحبت کنم که احساس میکنم باعث میشه که ما انسان ها دوچار استرس و استراب بشیم و یه چیزی که هیچ کدوم ما نمیخوایم توی زندگیمون تجربه کنیم داشتن استرس زیاده چون وقتی که ما استرس زیاد داریم توی زندگیمون نمیتونیم کارمون رو درست انجام بدیم احساس ناتوانی میکنیم احساس میکنیم که مغزمون پر از افکار مختلفه و این افکار مختلف شروع میکنه ما رو اذیت کردن و حتی توی زندگی من, من دیدم که پدرها مادرها میگن که من نمیتونم واقعا وقتی استرسم زیاد میشه به بچه هم توجه کنم به همسرم هم توجه کنم و باعث میشه که اون رابطه هایی رو که ما از صمیم قلب میخوایم بسازیم کمک کنیم به بقیه اون عشقمون رو به بقیه تقسیم کنیم باعث میشه این استرس زیاد همه چی رو متوقف کنه و بعضی وقتها آدم ها مجبور میشن برن پیش روانپزشک که یه داروی مصرف کنن که این استرسشون کمتر بشه تا بتونن اون زندگی رو که میخوان داشته باشن و من احساس میکنم که نظر شخصی من اینه تا اونجایی که میشه آدم اگر از دارو این چیزا خودش رو وابسته به دارو نکنه خیلی بهتره و اگر شما مثلا با یک روانشناس و مشاور کار کنید و دلایل این استراب رو بفهمید و بتونید حلش کنید دیگه خودتون رو وابسته به هیچ چیزی مثل قرص و دارو و این چیزها نمی کنید. ولی امروز میخوام راجب به یک موضوعی که باعث میشه شما استرس بگیرید صحبت کنم و ایشالا شما بتونید از این مسئله توی زندگیتون استفاده کنید و حال بهتری رو تجربه کنید. اول میخوام نگاه کنیم به خودمون چون با نگاه کردن به خودمون میتونیم چیزها و مسائل زندگیمون رو تغییر بدیم شما هر روز حدودا سه چهار هزار تا فکر دارید و همش این فکرها هی براتون تکرار میشه ولی میخوام امروز تقسیم بندی کنم فکرهایی رو که ما داریم فکرهای ما به دو نوع تقسیم میشه فکرهایی راجع به چیزهایی که ما روشون کنترل داریم فکرها راجع به چیزهایی که روشون ما کنترل نداریم و یک مسئله ای که باعث میشه که ما استراب رو توی زندگیمون تجربه کنیم تمرکز کردن روی فکرهایی که ما روشون هیچ کنترلی نداریم مثلا میخوام بهتون براتون مثال بزنم که اگر من میخوام برم یه شغل جدیدی رو بگیرم من هیچ کنترلی روی اینی که اون آدم ها من رو انتخاب کنن یا نه ندارم ولی روی چه چیزی کنترل دارم روی زمانی که باید بذارم تا خودم رو آماده کنم برای این مصاحبه ای که قراره برم تا اون شغل مورد علاقم رو بگیرم ولی در واقعیت چه اتفاق میافته؟ در واقعیت آدم ها میان تمرکزشون رو میذارن روی اینی که آیا من این شغلی رو که میخوام میگیرم یا نه و ندونستن این مسئله و هزار تا بدترین سناریوها رو توی ذهنشون گذاشتن که من میرم اونجا خراب میکنم من میرم اونجا آدم ها منو دوست ندارن به من اون شغلی رو که میخوام نمیدن همه اینها باعث میشه که توی اون لحظه من اصلا نتونم تمرکز کنم تا اون بهترین کاری رو که میتونم اصلا اون لحظه ارائه بدم یه سری آدم ها رو دیدین سریع حل میشن بهشون فشار میاد اون لحظه نمیتونن حرف بزنن این یکی از دلایلش اینه که من توی اون لحظه میخوام اون نتیجه ای رو که میخوام بگیرم منتها دارم فوکسم رو و تمرکزم رو روی چیزی میذارم که اصلا روش هیچ کنترلی ندارم خب حالا میخوام ببینید که اصلا ما چرا همچین کاری میکنیم ما میایم تمرکزمون رو میذاریم روی چیزی که اصلا روش کنترل نداریم مثلا من روی اینی که اگر برم یه دیت میخوام برم ملاقات کنم یه کسی رو از یه نفر خوشم میاد اینی که اون آدم من رو دوست داشته باشه اینی که اون آدم با من توی اون رابطه بمونه و حتی ممکنه یک سال دو توی اون رابطه باهاش باشم و باز هم مطمئن نیستم چرا ما میایم فوکسمون رو میذاریم روی اون مسئله ای که روش کنترل نداریم به خاطر اینی که توی اون لحظه ماها فکر میکنیم که اگر من تمرکزم رو بذارم روی یه چیزی که نمیدونم مطمئن نیستم چه اتفاقی برام میفته ولی اگر تمرکزم رو بذارم روی اون و خودم رو آماده کنم شاید دردش کمتر باشه یعنی چی یعنی اگر من دارم میرم اون مصاحبه و فوکسم رو گذاشتم به اینی که نکنه منو نگیرن منو میگیرن منو نمیگیرن انگار که خودم رو یه جوری آماده میکنم که اگر من رو نگرفتن تو اون مصاحبه یا اگر تو اون رابطه ای که هستم طرف منو ترک کرد من براش آماده باشم و یه هو یه شوکی به هم وارد نشه خب این در واقعیت باعث میشه که من اون چیزی رو که خوشم نمیاد تجربه کنم همین الان توی زندگیم بیان تجربه کنم یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا دوست ندارم که یه چیزی که دوست ندارم اینه که اون آدم هایی که میخوام برم این شغل رو بگیرم به من بگن نه خب من دارم این چیزی که ازش بدم میاد رو شروع میکنم و همین الان تجربه کردم و این چی باعث میشه باعث میشه که خیلی به من استرس بده برای اینکه توی اون لحظه ای که شما هستید هیچ اتفاقی نمیفته یعنی من همیشه باور دارم که اگر ما اجازه بدیم تمرکزمون رو بذاریم توی اون لحظه ای که هست همون لحظه آیا تو اون لحظه شما اون چغلتون رو نگرفتید آیا تو اون لحظه اون آدم شما رو ترک کرده نه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده آیا تو اون لحظه یه اتفاقی که خیلی میبینم میفته برای آدم ها که تمرکزشون رو میذارن روی چیزهایی که کنترل روشون ندارن اینه که دلشون میخواد که نظر بقیه رو کنترل کنن یعنی به خودشون میگن که مثلا من باید فلان کار رو انجام بدم باید اون کار عالی باشه تا اون آدم ها نسبت به من قضاوت خوبی داشته باشن یا از من بد نگن یا بشنن از من تعریف کنن خب واقعیتش اینه که وقتی شما فوکس میکنید تمرکزتون رو میذارین روی قضاوت آدم های دیگه این باعث میشه که اون توانایی اون لحظتون رو از دست میدید چون واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من هیچ وقت هیچ کنترلی روی نظر بقیه نسبت به خودم ندارم چون حتی اگر من بهترین کارم انجام بدم یک آدمی که شخصیتش یک شخصیت ایراد گیره و کلا از همه چی ایراد میگیره ممکنه من تو اون لحظه بهترین کار خودم انجام بدم باز هم این آدم یه دلیلی پیدا کنه که به من بگی کار تو خوب نبوده یا من رو قضاوت کنه بنابراین من خیلی ها رو دیدم حتی دست به کارهایی که دوست دارن تو این دنیا نمیزنن برای اینکه از قضاوت مردم میترسن یعنی جای این که بگن من توی روی چی کنترل دارم روی اینی که این کار رو انجام بدم روی اینی که قدم بردارم روی اینی که روی احساسات خودم کنترل دارم درسته روی احساسات خودمون همه ماها کنترل داریم یعنی میتونیم تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم که توی هر لحظه چه احساسی رو میخوایم تجربه کنیم روی همه این چیزها ما کنترل داریم ولی روی اینه که اون آدم ها خوششون بیاد از این کاری که ما میخوایم میخوایم انجام بدیم هیچ کنترلی نداریم بنابراین این حالت باعث میشه که ما احساس ناتوانی میکنیم دیگه اون احساس خوب رو تجربه نمیکنیم و ما توی روانشناسی معنوی میایم راجع به این صحبت میکنیم که انگار اون چیزی رو که روحت اون چیزی رو که صدای درونت میخواد تو بهش توجه نمی کنی و با توجهی به اون چیزی که درونت میخواد باعث میشه از خود دور میشی و تمرکزت رو روی چیزی میذاری که بقیه میخواد و بقیه به نظرت از تو انتظار دارن و این واقعا باعث استرس میشه یعنی حتی توی مسائل کاری اینی که تو توی محل کارت کاری که میتونی انجام بدی اینه که تمرکزت رو بذاری روی کاری که داری انجام میدی روی اینی که بهتر بشی روی اینی که چیزهای جدید خلق کنی ولی هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که آیا رئیست از کاری که تو میکنی راضیه یا نه آیا پارتنرت حتما از کاری که تو داری میکنی راضیه یا نه و آیا پارتنرت مثلا توی اون رابطه با تو میمونه تو... می یا نه یه مسئله دیگه هم هست که توی این کنترل کردن من باید اشاره کنم اینه که ماها انسانها باید قبول کنیم که یک سری چیزها از دست ما خارجه یعنی ما روش هیچ کنترلی نداریم و قبول کردن این مسئله واقعا به ما کمک میکنه که برگردیم به خودمون و واگذار کنیم یک سری مسائل رو به خدا به سرنوشت به کائنات و این باور درونی رو توی خودمون تقویت کنیم که کائنات که خدا که روحمون داره هر لحظه از ما مراقبت میکنه و چیزهای بدی برای ما اتفاق نمیفته مگر اینکه من تو درون خودم تو ناخداگاه خودم دنبال چیزهای بدی بگردم که برام اتفاق بیفته من نمیدونم شما تا حالا تجربه کردین که مثلا صبحتون رو شروع میکنین یهو مثلا لیوان آب از دستتون میافته یا لیوان قهوهتون از دستتون میفته بعد میگین اه لیوان قهوه هم از دستم افتاد دقیقا همون لحظه بوده که داشتین از در میرفتین بیرون بعد این لیوان قهوه میفته میریزه روی لباستون و شما عصبانی میشین بعد انگار از اون لحظه که عصبانی شدین و با خودتون میگه امروز عجب روز بدیه چقدر روز بدی شروع شد برام خب بعد انگار همینطوری که نگاه میکنید هی هی اتفاقهای بد پوستن هم برای شما میافته چرا این اتفاق میافته؟ برای اینکه شما اون لحظه به مغزتون فرمان دادید که امروز روز بدی خواهد بود چرا که شروعش با یه اتفاق بد شروع شده خب بعد بنابراین مغزتون هم دنبال یک سری مسائل میگرده و شما رو به سمت و سوی میبره که اتفاقای بعد براتون بیفته و تمام اون روز میگذره شما ممکنه یه چه یه با یه کسی یه کانورسیشن بعدی داشته باشین یا یه دعوایی بکنید یا اصلا سر کاری اتفاق بعدی بیفته و شما تمام اون روز رو میگذرونید ولی در آخر به خودتون ثابت کردین که چی اون روز روز خیلی بدی بوده نگاه کنید توی اون لحظه شما ممکن بوده که حواستون نبوده و اون دیوان قهوه از دستتون افتاده و روی لباستون ریخته خب ولی اگر توی اون لحظه کنترل رو از دست دادید و این اتفاق براتون افتاده میتونید دوباره کنترل رو برگردین به خودتون با اینی که بگید اوکی خیلی این اتفاق میافته برای همه میخوام خیلی روش تحکید کنم اینه که اوکی اگر من صبح هم بعد شروع شده هیچ اشکالی نداره من میتونم صبح هم رو عوض کنم تغییر بدم چطور با اینی که نیت کنم که امروز روز خوبی خواهد بود برای من درسته یه اتفاق بدی برام افتاده ولی اون هیچ معنایی نداره اون فقط برای اون لحظه بود و الان تو لحظه حال توی همین لحظه‌ای که من الان اینجا هستم چه چیز جدیدی میتونم خلق کنم و این چه اتفاقی میفته باعث میشه که شما توی اون لحظه از این فکری که تمام روز قرار اتفاق بعدی بیفته بیاید بیرون و برگردید به اینی که از امروز قرار چیزهای خوب برای من اتفاق بیفته خب حالا این چرا میگم اینی که ماها وقتی که باور میکنیم و قبول داریم که اوکی یه سری مسائل از کنترل من خارجه مثلا من نمیتونم طرف مقابلم رو کنترل کنم من فکرهای طرف مقابلم رو نمیتونم کنترل کنم برمیگردیم به اینی که ولی من رفتاری که در مقابل این آدم دارم رو میتونم کنترل کنم من حرفی که به این آدم میزنم رو میتونم کنترل کنم بنابراین جای اینه که همش برنامه ریزی کنید که آدمهای دیگر رو کنترل کنید فکرهای آدمهای دیگر رو کنترل کنید خودتون رو آماده میکنید که عکسالعمل های جدیدی داشته باشید مثلا من اگر یه کاری رو شروع کردم و تو اون کار دارم قدم برمیدارم و یک نفر میاد به من یک فیدبک میده که نه کارت هم خیلی خوب نبود مثلا اه, خیلی هم خوب کار نمی کنی و یک فیدبک منفی به من میده من اگه نظر بقیه برام مهمه اون لحظه به خودم میگم خب این آدم این فیدبک رو به من داد درسته ولی من آیا میخوام از این فیدبک استفاده کنم و خودم رو باهاش سرزنش کنم یا آیا میخوام تصمیم بگیرم که انتخاب کنم که این چیزی که این آدم داد رو رها کنم این فیدبکی که این آدم داد رو رها کنم و برگردم به مسیر خودم ما یه مسئله که خیلی مهمه که همه شما بدونید اینی که باید یاد بگیریم تلاش کنیم برای اون چیزهایی که میخوایم و چیزهایی رو که نمیتونیم کنترل کنیم رها کنیم یعنی رها کردن بعضی وقتها بزرگترین هدیهی که شما میتونید به خودتون بدید و این هدیه به شما کمک میکنه که توی هر لحظه با خودتون توی آرامش باشید و خودتون رو آزار ندید به خاطر رفتارهای بقیه مثلا چرا فلانی پوستر من همچین حرفی زد یا چرا مثلا مادر شوهرم با من اینطوری رفتار میکنه یا خانوادش با من اینطوری خانواده شوهرم با من اینطوری رفتار میکنه خب این که اونها چجوری رفتار میکنن رو چیزهایی بوده که در بچگی یاد گرفتن مسائل و مشکلات زندگی خودشون بوده و شما هیچ وقت نمیتونید کنترل کنید که اون آدم با شما چجوری رفتار میکنه ولی اون لحظه اگر مادر شوهر من اگر یه کسی به من یک حرف بدی زد که به مزاق من خوش نیومد من جایی اینی که عصبانی بشم به خودم بگیرم فکر کنم این آدم میخواسته به من حمله کنه برای اون آدم دلسوزی داشته باشم بشناسم بدونم بدونم بهتره که شاید این آدم آدم رو رها کنم حرفی که زده رو رها کنم و برگردم روی چیزهایی که کنترل دارم بنابراین چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم شما میدونید من عاشق نوشتنم دوست دارم که شما بنویسید یاد بگیرید توی زندگیتون با نوشتن که میتونید مغزتون رو آروم کنید میتونید طبقه بندی کنید مسائل زندگیتون رو و با دیدن روی کاغذ میتونید به خودتون کمک کنید که کدوم مسیر رو میخواین توی زندگیتون انتخاب کنید هست کاری که میخوام ازتون انجام بدید و این تمرینی که به همه کلاینت های خصوصی خودم میدم اینه که بیاین روی یه برگه کاغذ چیزهایی رو که روش کنترل دارید و چیزهایی که روش کنترل ندارید رو بنویسید اوکی و بعد از اینکه نوشتید چیزهایی که روش کنترل دارید رو بیاین بغلش بنویسید اکشن ها یعنی کارهایی که شما میتونید در مقابلش انجام بدید خب مثلا چیزی که من روش کنترل دارم مثلا اگر من میخوام یه گالری نقاشی بزنم خب اینه که چیزی که من روش کنترل دارم اینه که در مقابلش قدم بردارم اول نقاشیمو بکشم دوم نقاشیمو بکشم با نقاشی کشیدن خودم لذت ببرم با عشق این کارا کنم اینو روش من کنترل دارم خب آیا بقیه این نقاشی های من رو دوست دارن یا نه؟ چند نفر خریداری میکنن یا نه؟ من هیچ کنترلی روش ندارم. پس اگر من بیام همه مغزم رو قبل از اینکه اصلا شروع کنم بذارم روی این, این که وای چه اتفاقی میفته وای چند نفر میان چند نفر از من خریداری میکنن تمام انرژیم رو صرف چیزایی کردم که هیچ کاری راجبشون نمیتونم بکنم درسته؟ و حواس خودم رو پرت کردم از چیزهایی که واقعا میتونم روش کنترل داشته باشم و با انجام دادنش حس خوبی به خودم بدم بنابراین میخوام بهتون بگم که وقتی که از دست برمیدارید از چیزهایی که روش هیچ کنترلی ندارید و میذاریدش کنار یک فضای جدیدی براتون باز میشه یک انرژی جدیدی واقعا وارد زندگیتون میشه و با اون انرژی جدید تازه شما میتونید برید چیزهایی رو که دوست دارید توی زندگیتون خلق کنید و با خلق کردن اون چیزهایی که دوست دارید نه تنها به خودتون کمک میکنید بلکه به آدمهای دیگه هم کمک میکنید مثلا به یک مسئله مهمی که میخواستم بگم تا یادم نرفته اینه که مثلا من مرگ عزیزانم رو نمیتونم کنترل کنم اینی که خدا چه وقتی چه زمانی قرار یک آدمی رو از این دنیا ببره من هیچ کنترلی روش ندارم پس اگر بشینم همیشه تو ترس از این که نکنه یک اتفاقی بیفته نکنه که من عزیزانم رو از دست بدم نکنه اونها دیگه توی زندگی من نباشم و با این ترس زندگی کنم هیچ کمکی که به من نمیکنه هیچی باعث میشه که من اون تای میرم که اون زمانی که با اون آدم ها دارم از دست بدم همش توی ترس باشم توی ناراحتی باشم و اجازه ندم که اون زمان واقعا به نحوه که عالیه به چیزی که واقعا من دوست دارم بگذره و باعث میشه که اون مومنت و اون لحظه خوبم رو از دست بدم اگر دارم رانندگی میکنم به این همش فکر میکنم که نکنه من تصادف کنم نکنه من تصادف کنم نه میخوام این آیدیا رو واقعا بدیم بره و فوکسم روی این باشه خب من روی چی میتونم تمرکز کنم به اینی که حواسم رو جمع کنم به اتفاقهای بد فکر نکنم فکر کنم که خیلی مسیر برای من راحت پیش میره من معلومه که تصادف نمی کنم و برای تصادف نکردنم چیکار میتونم بکنم اینی که حواسم به مسیرم باشه حواسم به خودم باشه و به خودم استرس و ترس وارد نکنم اینطوریه که شما واقعا توی زندگیتون میتونید یه مسیر جدیدی بسازید میتونید یه کار جدیدی برای خودتون بکنید تا اینی که توی اون لحظه بگین که نه من میان فوکس میکنم روی ترس ها مطمئن باشید با این کاری که شما انجام میدید ترساتون هاتون استرابتون انقدر کم میشه انقدر آرامش میگیرید و چی از این انرژی استفاده میکنید به اینکه یک زندگی رو بسازید که دوست دارید میخوام بهتون بگم که مغز شما جای نگه داشتن مسائلتون نیست جای مغز شما جاییه که میتونه خلاق باشه میتونه جایی باشه که ایده های جدید به ذهن شما برسه و اون ایده های جدید رو شما توی زندگیتون برای خودتون عملی کنیم و واقعا ببینیم و ازش لذت ببنیم بنابراین فکر کردن روی چیزهایی که روش کنترل ندارید هیچ کمکی به شما نمیکنه این رو من دوباره تکرار میکردم که شما حواستون باشه حتما حتما ازتون خواهش میکنم که به من فیدبک بدین به من بگین که چجوری توی زندگیتون همه مسائل داره خوب پیش میره همه اتفاقات داره عالی پیش میره و شما با فوکس نکردن روی چیزهایی که کنترل ندارید و کنترل کردن چیزهایی که روش کنترل دارین دارید اتفاقای خوبی رو که دلتون میخواد رو برای خودتون ایجاد میکنیم و حتما دلم میخواد که برای دوستانی که دوست دارن که با من کار کنن بیان توی پیج اینستاگرامم که سپی کوچینگه توی اونجا دوست دارم که با همدیگه آشنا بشیم توی اونجا من مسائل روزمره ای که برای کلاینت هم اتفاق میفته و راه حل هاش رو اونجا بیان میکنم که بهتون کمک کنه یک برنامه دارم به نام برنامه ذهن زیبا که در اون برنامه دوستان عزیز رو کوچ میکنم که بهشون کمک میکنه واقعا راه حل مشکلاتشون رو بفهمن و در هر صورت همه کارهایی که میکنم برای اینه که شما هر روز و هر روز از این عشقی که یا وجودتون دارین توانایی هایی که دارید واقعا آگاه تر بشید بشین و بتونین از این توانایی ها توی زندگیتون استفاده کنین خیلی دوستتون دارم امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشید حتما توی پیج اینستاگرام من بیاین تا بتونیم با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته دیگه که ببینمتون مرسی از همه.